و تمام اینها واقعا باعث پیشرفت فرد میشه و کمک میکنه اونجایی که فرد لازم داره به موج بتا که بهترین موجی هست برای تصمیم گیری ها، برای تفکر فرد، برای فوکوس کردن، اونجاها پاداش بگیره، نمره مثبتی رو بگیره و از این طریق شرطی بشه و بتونه در زندگی جلو بره، به جای اینکه بره روی موج های بتا. چون میدونی افرادی که نگران هستن و زیادی نگران هستن سریع سیستمشون میره به حالتی که یا باید با مسائل مبارزه بکنن یا فرار بکنن از مسائل و دیگه تصمیم گیری براشون خیلی مشکله که چه ریسپوند و جوابی میتونن به مسائل بدن. و یا اینکه از یه طرف بعضی ها برای اینکه اون نگرانی های خودشون رو بندازن فکر رو منحرف میکنن، از چیزی که متمرکز هستن روش اصلا یهو گیواب میکنن، یهو دل سرد میشن و میگن ولش کن مسئله رو. یعنی میبینین که فردی که دچار عدم تمرکز و بیش فعالی هست واقعا توی دو طیف بالا پایین هی میره و اون تعادل کمتر دیده میشه. یعنی یا خیلی انشزه و نگرانه که بعد کاری برای ماجرا کرد، یا میگه اصلا ولش کن و ناامید میشه و میذاره مسائل رو کنار. بنابراین میبینیم که نور فیدبک واقعا چه کمک زیادی میتونه به افراد بکنه و با شرطی کردن اونها یه سیستم بسیار ساده که واقعا خب از قدیم هم وجود داشته ولی این تو این دهه اخیر خیلی به کار میره نور فیدبک و رو اومده و مورد توجه قرار گرفته. بنابراین میبینیم که میشه کمک بسیار زیادی به این افراد کرد. حالا چیزی رو که داشتیم راجع به کل روان درمانی شما صحبت میکردین، یک مسئله خیلی مهمی هست، اونم گفتار درمانی و کل مشاوره خانواده که یک مقدار محدودیت داره. یعنی کاری که میتونه بکنه روان درمانی برای کسانی که پیش فعالی دارن قاعدتا قبل از اینکه حالا نورو فیدبک بتونه خودش اینجوری ثابت بکنه یا شرایط دیگه‌ای باشه برای یا دارو درمانی اتفاق میافتاد، طریقی که با گفتار درمانی این مسئله رو یه مقدار کاری باهاش انجام میدادن این بودش که مشخص میکردیم که یک کودک یا یک بالغ تا چه مقداری حالت طبیعی تمرکز خودش رو داره و حالا چه شاید توی خود دفتر میتونستیم رو پیدا کنیم یا با تمریناتی رو که به اون شخص میدیم میگیم که بره نگاه بکنه و ببینه تا کجا هست که میتونه یک چیزی رو بخونه و بعد رها میشه و میره جای دیگه حواسش، تا کجاست که حواسش به یک مقاله در کامپیوتر میتونه بمونه و بعد رها میشه، احتیاج داره بره یه جای دیگه و اون رو زمان بندی میکنه برای خودش و بعد زمان بندی رو با ساعتهای به خصوصی که صدا میدن، با این چیزایی که مال تخمرغ هست که میذارین که با صدا میدن، این رو سعی میکردیم که هی گوشش رو شرطی کنه با صدای این و سعی به خود تمرکز خودش رو نگه داره تا این دینگ بکنه و بعد تمرکز رو بده به یه چیز دیگه برای 15 دقیقه تا دینگ بکنه دوباره برگرده. و سعی میکردیم با محدودیت گذاشتن و اون شرایط خود شخص با خودش یاد بگیره که این کار رو انجام بده و بعد خب وقتی که تشویش و التهاب و افسردگی ها و مواردی که اون چیزها رو به وجود میاره و بعد معانی جانبی که اون شخص کلن به شخصیت خودش داده، به اینی که من بعدم من نمیتونم این کارو بکنم، هیچ وقت در مدرسه خوب نخواهم بود، زود عصبی میشم، نمیتونم عصبانیت خودم رو کنترل کنم، چون یکی از مواردی که عصبانیت رو حس میکنن نمیتونن کنترل بکنن، در اون موارد شروع میکردیم همیشه کار کردن که خود مسئله روان درمانی میتونست خیلی کمک ها رو بکنه در این شرایط. فقط یه جایی همیشه محدودیت داشت و من فکر میکنم اون جایگاهی رو که روان درمانی و گفتار درمانی در حقیقت محدودیت خودش رو نشون میداد، نورو فیدبک از اونجا کمک میکنه که این رو باز میکنه و چون با خود شخص
داره کار میکنه به اینی که شخص متوجه بشه درون خودش چطور میتونه تمرکزش رو ادامه بده و یا کم کنه، کجاست که میتونه به خودش آرامش بده، این فضای محدودیت رو بازتر میکنه و یک کسی که میتونه پیش روان درمانگری بیاد که نورو فر فیدبک هم انجام میده، این دوتا رو میتونه با هم انجام بده. نه تنها با خود شخص داره کار میکنه که نظم بده به زندگیش، نه تنها با خانوادهش داره کار میکنه که این روابط رو بهتر بکنه و طریقی که این روابط هست کار بکنه، نه تنها باهاش کار میکنه که عصبانیت، عصبی بودن، طریقی که سالمه به اینی که آدم ها گفتار داشته باشن رو باهاش کار بکنه، بلکه میتونه تستی رو بگیره که اسم تووا گرفته بشه و مشخص بشه که آیا این شخص واقعا پیشفعالی داره یا اینی که تشویش و التهاب و افسردگی داره، و بعد طبق اون مسئله‌ای که اون تست داره در حقیقت توضیح میده، بعد دیگه جلسات نورو فیدبک انجام میشه در کنار جلسات روان درمانی و یک فضای کلی به وجود میاره برای اون شخص که بتونه از این نوع محدودیت ها و رفتارهایی که براش در میاد در از لحاظ روابط خارجیش، و بعد انتخاب و مهارت تمرکز کردن رو از جایگاه درونی خودش در حقیقت یاد بگیره، و این دوتا در کنار هم میتونه خیلی خیلی هم برای اون کسی که پیش فعالی رو داره، هم برای خانواده اون گویا باشه و خیلی خیلی کمک بکنه. باز میخوام براتون گردونم اگر امکان داره برسیم سر یه مقدار زیادی از علائم، برای که علائم من فکر میکنم که خیلی کمک میکنه به بینندگانمون که ببینن اصلا ربط پیدا میکنه به اونا و یا بشناسن اونو. یکی از بزرگترین گروهی که مشکل علائم رو توشون تشخیص دادن کسانی هستن که بالغ هستن و این مشکل تمرکز رو دارن. اگر لطف کنیم بریم روی علائم و اونها رو با هم دیگه باز کنیم. حتما. ببینید، بزرگترین علامتش این عدم توجه و تمرکز هست، یعنی اینکه شخص به صورت ناخواسته توجهش به چیزایی معطوف میشه که در اطرافشه، بدون اینکه توی کاری که خودش داره انجام میده و با احتیاج هست که تمرکز بکنه و فوکوس باشه، حواسش رو چیزای مختلف میگیره. وقتی که تفاوتی توی این من دیدم اونم اینه که مخصوصا نوجوانان یا حتی بچه‌ها، حتی آدم بزرگایی که مسئله پیشفعالی دارن، کاری رو که دوست دارن رو بالعکس همچین تمرکزشون میره اون تو که هیچ چیز دیگه ای از خارج نمیتونه تمرکزشون رو بیاره بیرون. و یعنی همونطور که شما فرمودین، یا این طرف الله کلنگ یا اون طرف الله کلنگ. خیلی جالبه که وقتی که مثلا میبینید داره تلویزیون نگاه میکنه، هرچی هم داد میزنی واقعا نمیشنوه، بعد از اون طرف میره درس بخونه، بیشتر از 5 دقیقه نمیتونه تمرکز کنه و همه صداها داره اذیتش میکنه. و این تفاوت این دوتا که هم هایپر اتنتیونس هم لک آف اتنتیونس خیلی خیلی جالبه. میتونید دوستان راجع به این قسمت صحبت کنید؟ مسلماً و واقعا آزاردهنده هست برای شخص. یعنی فکر کنید که بچه جوانی اومده و میخواد درساشو بخونه، حالا ممکنه افکارش 1007 جا بره و غیر از اونجایی که باید باشه. چرا؟ یه دلیل مهمش اینه که در این افراد موج تتا بسیار زیاد هست و میدونیم که در موج تتا بسیار فایرینگ میگن انجام میگیره و انرژی رو مغز از دست میده. برای همین هستش که فرد بسیار زود خسته میشه و نمیتونه ادامه پیدا بکنه کارش، یا اینکه برمیگرده و مسائلی رو دوره میکنه که در طول روز ممکنه گذشته، یا دی دریمینگ میکنه. چون چرا؟ این مسائل زیاد انرژی لازم نداره مغز که صرف بکنه. بنابراین از یه طرف این موج
تیتا بسیار آزاردهنده هست که بعضی از افراد دیدین تا چند صفحه میان بخونن خوابشون میگیره و اون فانکشنی که باید انجام بشه نمیتونه انجام بگیره. بنابراین خب این یه مشکل عمده ای هست که افراد باهاش روبرو هستن و برعکس چون توجهشون جاهای مختلف میره باز مغز گمراه میشه در واقع و از یه شاخه به یه شاخه دیگه میپره. من بسیار زیاد توجه کردم توی این افراد، مثلا وقتی که نورو فیدبک میکنیم در جایی که متمرکز هستم کوچکترین مسئله تمرکز اینا رو به هم میریزه و حالا شروع میکنن فکر کردن.